لاکی لوچیانو یا لوچیانوی خوششانس در حالی که توی زندان بود و پدر مافیای مدرن شناخته میشد، تصمیم گرفت که توی جنگ جهانی دوم به دولت کمک بکنه. چیزی که همه قواعد رو برای دادستانی که اون رو زندان انداخته بود تغییر داد. با من همراه باشید. سلام من مرزیه و به یک ویدیوی دیگه از چنل فیکشن خوش اومدید اگر این اولین باره که من رو میبینید بگم که ما اینجا روزای زوج هفته داستان جنایی تعریف میکنیم یعنی پرونده های جنایی واقعی اما آخر هفته ها میریم سراغ یک لاین دیگه از جرم و جنایت یعنی جرائم سازمانی یافته. هر بار سراغ یکی از رؤسای مافیا میریم و زندگیش رو به طور خلاصه براتون روایت میکنیم. داستان امروز هم درباره لوچیانوی خوششانسه کسی که پدر مافیای مدرن امریکا شناخته میشه. لوچیانو در حقیقت اسمش این نبوده. خیلی داستانهای متفاوتی وجود داره که چی میشه که اسمش اینجوری میشه. اما حدس میزنن توی یک بار که دستگیرش کرده بودن اون افسری که اسمش رو مینوشته اسم این رو اشتباه نوشته. اون زمانی که زنده بوده مشهور بوده به چارلی خوششانس اما بعدا به خاطر اون اشتباه تبدیل میشه به لوچیانو اسم اصلیش هم سالواتور لوچانیا که توی 24 نوامبر 1897 توی سیسیل به دنیا اومد اما از اونجایی که دیگه همه با همین اسم لوچیانو میشناسنش منم هم با همین اسم صداش میکنم توی یک خانواده بود که پدرش کارگر معدن گوگرد بود چهارتا تا خواهر و برادر داشت و توی سیسیل زندگی نرمالی داشتن. پدرش از اون آدمای سخت گوشی بود که خیلی هم مغرور بود، حاضر نبود از کسی پول بگیره و دلش میخواست یک زندگی متفاوت برای زن و بچهش بسازه. به خاطر همین هم پول جمع می کرد تا بتونه با خانوادهش مهاجرت بکنه بیاد امریکا. از کسی پول قرض نمی اما مادر لوچیانو یک پسر امو یا پسر خاله داشت یا پسر دایی کازین من نمیدونم کدوم اینا میشه که یواشکی به مادر لوچیانو پول میداد تا اینا بتونن پولهاشون رو جمع بکنن و سفر بکنن به امریکا در نهایت هم میشه حدودا 8 9 ساله بوده سال 1906 که مهاجرت میکنن از سیسیل میان امریکا میرن توی نیویورک منحتن جنوب شرقی منحتن جایی که محله محبوب ایتالیای آمریکایی ها بوده اونجا شروع میکنن به زندگی کردن خب به نظر زندگی خوبی هم داشتن تا اینکه این پسر جوون داستان ما 14 ساله میشه 14 سالش که میشه مدرسه رو ول میکنه میگه میخوام کار کنم میاد بیرون و میشه پیک رسوندن کلاه هفت دلار هم حقوق میگرفته یک بار توی یک قمار خیابونی تاس میندازه و 244 دلار برنده میشه شما حساب کنید کسی که مایی 7 دلار حقوق میگرفته یهو 244 دلار یه جا برنده میشه فکر کنم سیر خوششانسی هاش هم از همونجا شروع میشه بعد از اینکه این جایزه رو میبره تصمیم میگیره که بیخیال اون کسب و کارش بشه اون کار رو بذاره کنار و بیاد و یه گنگی چیزی پیدا کنه بره عضوش بشه اون موقع هم یک گنگی توی اون منطقه خیلی معروف بوده به اسم فایف پوینت گنگز که ما توی اپیزود آلکاپون راجبش صحبت کردیم اگه نشنیدید اون رو میتونید برید آلکاپون رو بشنوید راجب این گنگ هم توضیح دادیم بعدا آلکاپون هم عضو این گنگ میشه خیلی مشهور بوده زمان خودش میره اونجا اونجا هم کار میکرده اما کاری که خودشو یه چند از رفقاش میکردن یکم متفاوت بوده اصلا هوش اقتصادی لوچیانو با بقیه فرق داشته اون موقعی که همه قاطی جرم و جنایت های خیابونی بودن مثل زورگیری و باجگیری و اینجور کارا این یه کار دیگه میکنه میرفته سراغ یهودی هایی که توی اون منطقه زندگی میکردن و از طرف ایتالیایی ها و ایرلندی ها تهدید میشدن بهشون میگفته که ده سنت به من و گروه هم بدید من در مقابل اینا از شما محافظت میکنم کسب و کارش این شکلی بوده همین هم گسترش میده اتفاقا که از همون زمان هم میره برای یک یهودی قلدری بکنه یک آقای به اسم میرلنسکی اون موقع یک پسر جوونی بوده و این یک جوابی بهش میده من نتونستم تو منابع پیدا کنم که لنسکی چه جوابی بهش میده اما از این خوشش میاد و اصلا یک رابطه دوستی عمیقی بین اینها شکل میگیره و بعدا همکار هم میشن در شغل شرافتمندانه جرایم سازمان یافته در مورد لقب خوشانس خیلی حرف های متفاوت در موردش هست که اصلا چرا به این لقب خوشانس رو داده بودن یکی از دلایلش اینه که یک بار سال 1929 به خاطر اینکه یه مشکلی داشته با یه گنگ دیگه ای این رو میدزدن میبرن حسابی کتکش میزنن گلوش رو میبرن و رهاش میکنن این هم بلند میشه میاد خودش رو میرسونه بیمارستان و نجات پیدا میکنه یکی دیگه دلایلش اینه که در قمار همونطور که تو کودکیش دیدیم توی همون تاس انداختن 244 دلار برده بود خیلی خوش شانس بوده خیلی خوب دست میگرفته خیلی خوب موفق میشده یکی دیگه هم همینه که یک باری فامیلیش رو اشتباه نوشته بودن این لاکی اونجا وارد فامیلیش شده و یک دلیل دیگهش هم اینه که از سال 1916 تا 1936 لوچیانو 25 بار به اتحام های مختلفی مثل قمار غیرقانونی، باجگیری، سرقت و اینجور چیزا دستگیر میشه اما حتی یک شب هم توی زندان نیمونه و نمیتونن متهمش بکنن، محکومش بکنن و میاد بیرون. خلاصه که در رایل مختلفی داشته. اما خیلی با این دلایلش کاری نداریم. میایم جلوتر و میرسیم به عصر ممنوعیت الکل که در مورد این هم توی ویدیو آلکاپون صحبت کردیم یک عصریه که پول روونه میشه به جیب این مافیای ایتالیایی که الکل مردم رو تامین میکردن ساقی های محله های آمریکایی بودن توی اون دوره هم بازار داغ الکل غیرقانونی خیلی خوب پول می به جیب اینها و زندگیش رو میکرده برای گنگ های مختلف هم کار میکرده همون زمانا آشنا میشه با یک آدمی که زندگیش رو تغییر میده این آقا یک کسی بوده به اسم آرنولد روتشتاین که یک یهودی بوده و اومده بوده ساز و کار مافیای یهودی رو توی امریکا تغییر داده بوده بهش لقب برین یا مغز داده بودن خیلی آدم باهوشی بوده خیلی آدم کاریزماتیکی بوده تحصیل کرده بوده خیلی خوب میتونسته همه چیز رو مدیریت بکنه اون میاد جرایم سازمان رافتر همین آقای روتشتانی جرایم سازمان یافته رو از خورد پایی و خلافای کوچیک و قاچاقای کوچیک تبدیل میکنه به یک بیزینس بزرگ پول درار و حسابی هم موفق میشه لوچیانو هم میاد وردست این و کار رو کنار این یاد میگیره میفهمه که خب پس میشه اصلا به یک شکل دیگه ای به کارهای گنگستری نگاه کرد از قضا همین زمانا سال 1923 یک سوتی بزرگ میده یه بار داشته به یک محمور مخفی هروئین میفروخته میگیرنش دیگه قطعا مامور مخفی اومده بوده که اصلا اینو بگیره میگیرنش و وقتی میفته زندان یه ذره بدنام میشه بین اون گنگسترای دیگه بالاخره داشته مواد میفروخته براشون افت داشته که بابت همچین چیزی دستگیر بشه بعد نام میشه البته نمیمونه توی زندان یعنی گفتم که این خیلی خوش شانس بوده تو زندانم نمیمونه میاد بیرون اما برای اینکه بتونه این وجهه خودش رو درست بکنه میره 200 تا صندلی گرون قیمت میخره توی بازی بوکس رو میده به سیاستمدارا و افراد بزرگ مافیا و یه ذره حال خودش بهتر میشه بین اونا و بعد از اون هم همین آقای برین مغز یا روتشتاین برش میداره با خودش میبرتش توی یک مغازه لوکس براش کت شلوار میخره و به نوعی میگه که ما دلمون با این صاف شد و واقعا هم همین اتفاق میفته سال 1925 درآمد گنگی که براش کار میکرده 12 میلیون دلار بوده و درآمد شخصیش هم 4 میلیون دلار بوده اواخر دهه 20 1920 خیلی خوب داشته پول در می و تبدیل میشه به دستیار ارشد یک آقایی به اسم جو ماسریا با این جو ماسریا کار داریم اما قبل از اینکه در مورد این جو ماسریا بگم یک نکته ای رو بگم این جو ماسریا اهل سیسیل بوده بسیار از این آدمای تعصبی روی منطقهش بوده برخلاف روتشتاین آدم بی سوادی بوده آدم کاریزماتیکی نبوده آدم آینده نگری نبوده آدم باهوشی نبوده از نظر اخلاقی ضعیف بوده زود عصبانی می شده خلاصه هرچی که لوچیانو توی روتشتان دیده بوده تو این نمی بینه اما خب دست راستش بوده اینم آدم گنده بوده تو مافیای سیسیل وای میسته کنارشو کار می کرده. این زمان یک رقیبی داشته این ماسریا به اسم سالواتور مارانزانو ببینید الان ما یه مارانزانو داریم یه ماسریا لوچیانو داره به ماسریا خدمت میکنه این دوتا خیلی با هم مشکل داشتن این مارانزانو و ماسریا انقدی با هم مشکل داشتن که از آپریل 1930 تا سال 1931 یک آلم درگیری بینشون بوده که مشهور میشه به جنگ کاستلاماره خیلی کلمه سختی اگه ایتالیایی درست بگم جنگی که توش میزدن اعضای همدیگر رو میکشتن و با همدیگه مشکل داشتن اما تو یک چیز توافق نظر داشتن اون هم تعصبشون روی سیسیلی بودن بوده یعنی که معتقد بودن که نباید سراغ یهودی ها رفت نباید سراغ ایرلندی ها رفت فقط باید خودمون توی همین رفت آمدهایی که داریم از اهالی سیسیل انتخاب بکنیم آدمامون از همین گروه انتخاب بشن و سراغ هیچ کس دیگه نریم نه تنها سراغ غیر ایتالیایی ها نریم سراغ اهالی مناطق دیگه ایتالیا هم نریم توی یکی از همین جمعهاشون هم یک توهینی میکنن به یک آقای به اسم فرانک کاستلو که خیلی دوست صمیمی لوچیانو بوده و خیلی لوچیانو بهش بر میخوره این آقا ات... از اهالی ایتالیا بوده یک منطقه دیگه و یک زن یهودی گرفته بوده خیلی برای این لوچیانو سنگین بوده که به دوستش توهین کردن با یک لقب بدی هم خطابش میکنه لوچیانو میبینه که خب اوزای این گنگای کم به هم ریخته و تکلیفشون معلوم نیست و ماسریا داره کارای خودش رو میکنه مارانزانو به نظر آدم باهوشی میاد ولی همه اینها محافظه کارن و نسل جوانی که داره روی کار میاد با عقاید اینا کنار نمیاد میگه چی کار بکنم؟ میگه باید این امپراتوری مافیایی که ساخته شده رو درست حسابی گسترشش بدم. تو همین فکرا بوده که سال 1929 یه سه تا مرد گنده گولاخ به زور سواره ماشین میکننش میبرنش بیرون شهر میزننش گلوش رو میبرن و رهاش میکنن میتونه بلند شه میتونه خودش رو برسونه و میتونه نجات پیدا بکنه اون زمان شایعه میشه که مارانزانو آدمهاش رو فرستاده بوده که لوچیانو رو بکشن این دست راسته ماسریا بوده رابطش خوب بوده با مافیای سیسیلی همچی شایعی میشه اما بعدها خودش توی یک مصاحبه میگه که نه اینا رو فرستاده بود یک جای زخم عمیقی هم روی صورتش میمونه که چشمش رو کشیده سمت پایین توی عکساش میبینید دیگه این همیشه این زخم باهاش میمونه لوچیانو خسته شده بود از ماسریا از این آدم بیاعصاب تندخوی بیسوادی که فقط به همون خورده پولی که در می آورد راضی بود و یک تصمیم دیگه میگیره میره پیش مارانزانو اون رقیبش و بهش میگه که من حاضرم ماسریا رو برای تو بکشم اون میگه که حاضر این کارو بکنی میگه آره از اون طرف خبر میرسه به ماسریا که این داره بهت خیانت میکنه و اینا اما خیلی اصلا مهلتی پیش نمیاد که این قضیه جدی گرفته بشه 15 آپریل 1931 ماسریا و دوستاش توی یک رستورانی بودن تو کانی آیلند نشسته بودن دور میز لوچیانو بلند میشه میگه من میرم دستشویی و همین که میره دستشویی آدماش میریزن تو همه اینا رو میکشن خب این گروه ماسریا کنار گذاشته شده بودن گنگش تموم شده بوده قول هم گرفته بوده از مارانزانو که اگه من اینو کشتم خودم بشینم جاشو بشم بعد تو نفر دوم اونم قبول کرده بوده دیگه این سالواتور مارانزانو قبول کرده بوده اینو میذاره جای ماسریا و میشه نفر دوم و خیلی بهش بدبین بوده به خاطر اینکه این به رئیس خودش خیانت کرده بوده از اون طرف آدم خطرناکی بوده هر کاری ازش برمی به شک کرده بوده خبر به گوش لوچیانو میرسه خبر میرسه که این به تو شک کرده ممکنه بلایی سرت بیاره چی کار کنم چی کار نکنم تو همین فکرها بوده که مارانزانو میگه که برای شام پاشو بیا پیش من پاشو بیا با آپارتمان من همو ببینی خبر به گوش لوچیانو رسیده بوده که این یک تله مرگه و اگر پاتو اونجا بذاری کشته میشی خب بدون اینکه حرفی بزنه میگه باشه میام پنج از یهودی هایی که چهرهشون برای افراد مارانزانو آشنا نبوده رو اجیر میکنه بهشون اسلحه میده و میفرستتشون خونه مارانزانو قرار شام بوده دو تا اینها لباس های امنیتی پلیس پوشیده بودن میرن افراد رو خلع سلاح میکنن میرن داخل میرن سراغ سالواتور مارانزانو اول با چاقوبش حمله میکنن و بعد همونقدر با تیر میزننش که مطمئن شن مرده اتفاقی که اون شب میفته بین مافیا به شب شام سیسیلی مشهور میشه اتفاق که درش یکی از بزرگترین رؤسای مافیای اون زمان کشته میشه اما این پایان ماجرا نبوده 13 سپتامبر جسد دو تا متحد دیگه مارانزانو به اسم ساموئل موناکو و لوئیس روسو هم توی خلیج نیویورک پیدا میشه دوباره چند روز میگذره جوزف سیراگوسا رهبر خانواده جنایتکار پیتسبورگ هم توی خونه خودش به ضرب گلوله کشته میشه. یک آدم دیگه ای هم به اسم جو آردیزون رئیس خانواده لس آنجلس بوده اون هم گم و میشه اصلا دیگه پیدا نمیشه این زمان یک افسانه شهرت میگیره که لوچیانو داره پاکسازی میکنه داره رؤسای قدیمی رو از بین میبره و قرار خودش به عنوان رئیس رئیس ها بشینه بر مسند قدرت خودش قبول نداشته ولی خب واقعا هم همین اتفاق میفته دیگه وقتی این رؤسا کشته میشن خودش به عنوان پرقدرت ترین رئیس خانواده میاد در رس قدرت و کسب و کارش رو شروع میکنه میشه پرسود ترین مافیای زمان خودش توی قمار غیرقانونی، اخخازی، وام دادن، قاچاق مواد مخدر و هر چی که فکرشو بکنید نقش داشته لوچیانو توی اتحادیه های کارگری هم خیلی نقش داشته یعنی مثلا آبنمای منحتن رو اون اداره میکرده آدم های اون اداره میکردن سیستم حمل و نقل زباله به عهده اون بوده ساخت و سازهای شهری به عهده اون بوده کسب و کارهای تولید پوشاک حمل و نقل عمومی همه چیز رو مدیریت میکرده دیگه به نوعی رئیس شهر بوده و خب میشه پدر مافیای مدرن میاد یه سری از قواعد قبلی خانواده های سیسیلی رو نگه میداره مثل سوگند سکوت اینها یک قسمی میخوردن که علیه همدیگه در هیچ شرایطی شهادت ندن پنج خانواده اصلی رو هم نگه میداره در قدرت خودش در رأس قدرت بودن اما اینها در مرحله دوم بودن حتی میاد یه سری از دوستای خودش رو هم که یهودی تبار بودن و غیر ایتالیایی بودن نمیتونستن توی سلسله مراتب مافیا نقش رئیس بگیرن به عنوان مشاور خودش میذاره کنارش از جمله این آدم ها اون لنسکی بوده که یه بار رفته بود ازش زورگیری کنه ازش خوشش اومده بوده اون رو هم میذاره به عنوان مشاور خودش لوچیانو تصمیم میگیره که این ریاست خودش رو یک وجهه قانونی بده بین خودشون میاد کمیسیون مافیا رو تأسیس میکنه سال 1931 و یک کمیسیونی تشکیل میده از رؤسای مافیا برای اینکه اینها بیان دور هم جمع بشن و تصمیم های کلان بگیرن برای کل کسب و کارشون جلسه توی شیکاگو برگزار میشه رؤسای مافیا خانواده های اصلی میان توی این جلسه شرکت میکنن و قصدشون این بوده که با وجود این کمیسیون و همکاری این آدم ها کنار همدیگه جلوی جنگ های خونین بین خانواده ها را در آینده بگیرن و نذارن اختلافی پیش بیاد بزرگترین نوآوری لوچیانو هم همین بوده ماده بوده این کار رو انجام داده بوده و یک قدرت متحدی از مافیا به وجود آورده بوده توی اون جلسه اصلی پنج خانواده شهر نیویورک حضور داشتن خانواده جنایتکار بوفالو و سازمان شیکاگو حضور داشتن خانواده های فیلادلفیا و دیترویت هم بعدا به این گروه اضافه میشن و خانواده های کوچیکتر زیر نظر خانواده های بزرگتر داشتن خدمت میکردن به کمیسیون حتی این کمیسیون یک سری شاخه داشته که یهودی ها و نیویورکی های آمریکایی اصل هم که گروه های گنگستری داشتن میتونستن توش نماینده داشته باشن کاملا یک سازوکار قانونی درست حسابی بوده اولین آزمایشش هم کی پس میده سال 1935 یک آقای لاتولوت گنگستری که وزب خانواده های بالایی هم بوده به اسم داچ شولتز تصمیم میگیره بره دادستان ویژه توماس ای دیوی رو ترور بکنه این آقای داد شولتز خیلی هم قلور بوده میاد و مطرح میکنه همون اول کار لوچیانو میگه که ببینه از فکرت بیرون بکن کشتن مسئولین بالا رتبه نتیجهش حمله به خودمون به خطر افتادن موقعیتمون از دست رفتن بارای قاچاقمونه و توجه ها رو سمت ما جلب میکنه الان که داریم کارمون رو میکنیم بیا این کارا نکن بذار کسب و کارمون رو ادامه بدیم همون موقع هم کمیسیون یک قانونی رو بین خودشون تصویب میکنه که اجازه نداشتن هیچ یک از سران حکومتی رو ترور بکنن داد شولتس که این رو میشنوه خیلی عصبانی میشه میگه که مثلا میکشمش چه شما بخواید چه نخواید و میاد بیرون این وسط یکی از اعضای نزدیک به لوچیانو توی کمیسیون یک آقایی بوده به اسم آلبرت آناستازیا میاد پیشش و میگه که ببینین شولز اومد آدرس خونه این دادستانه و جایی که بیشتر اوقات هست و اینا رو از من گرفت به نظرم قصد داره بره خودمختار ترورش بکنه بلا فاصله بعد از این صحبت ها یک جلسه مخفی سری تشکیل میدن اعضای کمیسیون شش ساعت طول میکشه و بعد از این شش ساعت به یک آقایی به اسم لپک بوگالتر دستور میدن که برو زحمت شولتز رو بکش و در 23 اکتبر 1935 قبل از اینکه که شولتز بخواد بره دادستان رو ترور بکنه خودش با گلوله کشته میشه در حالی که توی یک باری نشسته بوده و فکر میکرده که خیلی روزگار خوشی داره اوایل دهه 1930 خانواده لوچیانو وارد کسب و کار روس بیخونه ها هم میشه اگر به خاطر داشته باشید این عنصر مشترک در مورد مافیاست این روس بیخونه ها خیلی درآمد بالایی دارند و به خاطر همین همیشه یک لاینی از جرم و جنایت مافیا هستند. همون دادستانی که نزاشته بود ترورش بکنن کمر میبنده که هر طور شده لوچیانو رو به دام بندازه چی کار میکنه میاد دوی فوریه 1936 دیویستا مامور پلیس رو در قالب گروه های مختلف توی شهر میذاره و میگه که ماموریتتون مشخص نیست اون زمان سیستم پلیس هم خیلی فاسد بوده خیلی کمک میکردن به این آقای لوچیانو میذارتشون رو میگه که ماموریتی که قرار انجام بدید بهتون ابلاغ میشه چند دقیقه پیش از انجام ماموریت آدمهاش رو میفرسته افسراش رو هم میذاره بالا سر اینها و فرمان حمله رو صادر میکنه. دیویست تا روز بیخانه نیویورک ناگهان مورد حمله قرار میگیره. عملیات لو نمیره آدم رو میگیرن به جای که ببرنشون اداره پلیس البته توی این ماجرا 16 مرد و 87 زن دستگیر میشن به جای که ببرنشون اداره پلیس میبرنشون به دفتر خود این دادستانی و اونجا یک قاضی هم بوده همونجا وسیقه 10000 دلاری برای اینها تعیین میکنه و خب هیچ کدوم واقعا این پول رو نداشتن که بدن از در دوستی در میاد و میگه که احتیاجی نیست پول رو بدید اگه حاضر بشید علیه سردسته هاتون که حالا تمرکزشم روی لوچیانو بوده شهادت بدید من آزادتون میکنم اصلا دیگه نمیخواد برید زندان در نهایت اعتمادشون رو جلب میکنه و چندین نفر از جمله سه تن از زنانی که دستگیر شده بودن حاضر میشن شهادت بدن که لوچیانو مسئول اون هاست یعنی اون رو میان به عنوان سرکرده اصلی معرفی میکنن اواخل مارچ 1936 لوچیانو بهش خبر میرسه که قراره بگیرنش خبر رو که میگیره فرار میکنه میره به هات اسپرینگز توی آرکانزاس میره اونجا که یک مدتی گم و گور باشه از یک کارگاهی اونجا رفته بوده اون رو میبینه میشناستش هویتش رو تشخیص میده خبر میده میان دستگیرش میکنن دستگیرش میکنن و خب 90 مورد جرم مربوط به فحشا بهش اتهام میزنن و بابت اینها دستگیر شده بوده زمانی هم که توی دادگاه بوده تا وکیلش بره ازش دفاع بکنه پیشنهاد میدم به دادستان که بیا رشوه بگیر اما خب دادستان رو که دیدید معلوم این رشوه بگیر نیست نه تنها رشوه رو نمیگیره که لوشونم میده یعنی اصلا این رو هم زمینه پرونده میکنه دادگاه شروع میشه از جرایم مالیاتی شروع میکنه تا ارتباطش با مافیا و در نهایت در 18 جوان اون به 30 تا 50 سال زندان محکوم میشه و قرار میشه که بره زندان خب میره که زندانش رو شروع بکنه اما همون زمان یک نویسنده ای از مجله نیویورک تایمز میاد کل این دادگاه رو بررسی میکنه و حرف جالبی هم میزنه میگه که لوچیانو توی سطح بسیار بالایی از جرم و جنایته و آدم هایی که توی این لول هستن هرگز دستانشون را آلوده نمی کنن. هرگز خودشون نمیرن توی روز ها که دستوری بدن هرگز خودشون با این کارگرهای جنسی در ارتباط نیستن و جالبم هست از هر چهار تا زنی که علیه لوچیانو شهادت داده بودن بعدا شهادتشون رو پس گرفتن و اصلا گفتن که نه این آدمه نبوده ما شهادتمون رو پس میگیریم حالا درسته که احتمالا تهدید شده بودن یا پول خوبی بهشون داده بودن اما خب منطقی نیست یکی از نزدیک های لوچیانو هم میگه که خودش هرگز وارد این روزپیخونه ها نمیشد خودش هرگز نمیومد صحبت بکنه با این آدم ها ما حدس میزنیم که آدم های لوچیانو برای اینکه نگهبان های این, این روزپیخونه ها رو بترسونن خودشون رو جای اونجا میزدن. در نهایت این خبرنگار میگه که مشخصه که وکیل هم در این پرونده کمکاری کرده میگه که دادستان اگرچه تونسته این آدم رو به دام بندازه اما بیشتر اتهاماتش رو علیه نام لوچیانو برده بوده دادگاه نه علیه شخص خودش خلاصه که نهایتش این افتاده زندان اما این شروع ماجراستا اصلا آخر ماجرا نیست افتاده زندان اصلا خیلی راحت هم داره توی زندان خانوادش رو مدیریت میکنه و اخبار میره و میاد و دستوراتش رو میده و علیه حکم هم که گرفته درخواست تجه نظر میکنه اما قبول نمیشه بعد از یه مدتی میبرنش یه زندان دیگه اینجا وضعش بهترم بوده اصلا آشپزخونه شخصی داشته توی این زندان آشپز شخصی داشته کلا غذای این جدا بوده کمک مالی هم میکنه یه کلیسای خیلی مشهوری هم توی این زندانه میسازه و حالش خوب بوده درسته که بیرون زندان دوستش فرانک کاستلو همون آدمی که پشت سرش حرف زده بودن این بهش برخورده بوده خیلی هم آدم مورد اعتمادی بوده برای لوچیان خانواده رو به عهده گرفته بوده مسئولیت ها به عهده اون بوده اما خب اینم حالش بد نبوده جنگ جهانی دوم که شروع میشه تازه میفهمه نیروی دریایی که به این آدم احتیاج داره حالا قصه چی بوده بندر نیویورک در اختیار خانواده مافیا بوده ادارهش، کارخونه ها، رفت آمد و همه چیز از اون طرف همین خانواده های مافیا توی بندر سیسیل هم آدم داشتن و نیروی دریایی آمریکا می ترسیده از اینکه از طریق بندر نیویورک نیروهای آلمانی و ایتالیایی وارد امریکا بشن و از اون طرف نتونه از بندر سیسیل خودش وارد ایتالیا بشه میاد و بهش میگه که ببین بیا به ما کمک بکن در مورد حکمت ما باهات معامله میکنیم اینم میگه که باشه قبوله با لنسکی اون دوستش بود که دیده بودش توی زورگیری و اینا با اون صحبت میکنه اینها هماهنگ میکنن قرار میشه که بندرها به دست مافیا امن بشن برای حضور نیروی دریایی هیچ اعتصابی اون موقع اتفاق نیفته هیچ حمله ای از طرف مردم اتفاق نیفته بندر نیویورک که تحت کنترل مافیا بوده همکاری میکنه از اون طرف مافیای سیسیل هم حاضر میشن همکاری بکنن و میگن که این کشتی و تانک های آمریکایی که میرفته توی بندر سیسیل روشون یک ال بزرگ نوشته شده بوده به معنی اول اسم لوچیانو برای اینکه نشون بده به مردم سیسیل که شما تحت حفاظت لوچیانو هستید و نیروهای آمریکایی به شما آسیبی نمیرسونن انگار که در غرق کردن یه سری از تشکیلات آلمان ها و ایتالیایی ها هم تاثیر داشته و در نهایت انقدر این خدمات بزرگ بوده برای نیروی دریایی آمریکا که خبر پخش میشه با پخش شدن خبر خب دیگه آمریکا نمیتونسته این رو توی زندان نگه داره بهش هم قول داده بوده دادستانی که این رو انداخته بوده زندان مجبور میکنه که حکم رو تغییر بده همون دیویی که خود این از ترور نجاتش داده بوده که چیکار کنیم چیکار نکنیم برش گردونیم به سیسیل و قول بده که هیچ وقت برنگرده امریکا هرچند در حالی که داشته میرفته میرفته که سوار کشتی خصوصیش بشه که برگرده به سیسیل میگه که آمریکا هم وطن منه و شما نمیتونید من رو بیرون کنید سوار کشتی شخصیش میشه 17 روز تو راهه میرسه به ایتالیا میره سیسیل کمیسیونش رو دوباره تشکیل میده کسب و کارش رو راه میندازه و دوباره در رأس خانواده شروع میکنه به زندگی کردن یکم که میگذره این دلش میخواسته که همچنان مافیای نیویورک رو هم تحت کنترل داشته باشه پا میشه میاد کوبا اونجا یه هتلی میسازه جمع میکنه سران خانواده ها رو برای اینکه به آمریکا نزدیک باشه با اینها یک ملاقاتی میکنه توی یک هتلی و داشتن برنامه رو مدیریت میکرد این زمان دقیقا کنسرت فرانک سیناترا هم بوده توی اون هتله و به بهونه اون اینها اونجا جمع شده بودن جلسه قرار بوده راجع به سه تا موضوع درش تصمیم گیری بشه تجارت هروئین، قمار کوبایی و یک پروژه ای به اسم هتل فلامینگو که در لاس وگاس بوده قرار بوده برای این سه تا پروژه اونجا تصمیم گیری بشه اما خب اینها خیلی در حقیقت بی مبالاتی میکنن دیگه این با یک کشتی تجاری اومده بوده به کوبا از ایتالیا میره با فرانک سیناترا ملاقات میکنه خیلی خوش میگذرونده و اینا خبر به گوش آمریکایی میرسه که این اومده کوبا خیلی هم ازش میترسیدن اصلا هم دلشون نمیخواسته که این برگرده امریکا میگن که ببین به کوبا میگن میگن اینو برگردون ایتالیا یه ذره کوبا دست دست میکنه به کوبا میگن که اگر برش نگردونی ایتالیا تمام محموله های دارویی که داره میاد سمت کوبا متوقف میشه خب دیگه کوبا راهی نداشته دیگه فشار بهش میاره که برگرد برو خب این هم سوار کشتیش میشه میره جنوا میره جنوا و یه مدتی اونجا بوده بعد میره روم کسب و کارش رو اونجا شروع میکنه دستگیرش میکنن یک هفته بیشتر هم نمیتونن نگهش دارن بعد آزاد میشه ولی بهش میگن که از روم برو دیگه نمیتونی توی روم بمونی یه بار دیگه هم ماشینش رو میگیرن به این اتهام که 57 هزار پول معلوم نیست از کجا اومده توی ماشینش بوده و یک ماشین لوکسی از امریکا وارد کرده بوده اما خب بعد از 20 ساعت نگه داشتن دوباره آزادش میکنن نمیتونن بهش ایچ. اتهامی بزنن و اذیت‌هاشون هم زیاد بوده براش مثلا پاسپورتش رو باطل میکنن یا مدت ها یک شنبه هر هفته مجبور بوده بیاد گزارش بده که اون هفته کجا بوده چی کار کرده یا بعد از غروب خورشید اجازه نداشته که از خونه بیرون بره خلاصه که این سختی ها رو داشته همین زمان یک خان... یکی از خانواده های بسیار قدیمی سیسیلی به اسم جنووز دیگه دلش میخواسته که قدرت رو از لوچیانو بگیره چی کار میکنه؟ اول میاد به کاستلو فرانک بود دوستش که جاش نشسته بود به قدرت به اون سوء قصد میکنه فکرم میکنن که کشتنش بهش لیک میکنن اما زنده مونده بوده یه خراش برداشته بود کاستلو که این اوزارو رو میبینه میره کنار خب لوچیانو هم کاری از دستش بر نمیاد حمله میکنن به اون آلبرت آنستازیا که دوستش بوده اگه یادتون باشه اون رو هم ترور میکنن و اطرافیان لوچیانو رو داشتن ترور میکردن که این رو بکشن پایین از قدرت چیکار میکنه لوچیانو میگه که زرشک یکی از قاچاقچیهای های خیلی گنده فرانسه رو میبینه 100 هزار دلار به این قاچاقچیه میده و میگه که رئیس این خانواده ها رو بنداز زندان اون هم یک معموریتی ترتیب میده پای رئیس این خانواده ها رو میکشه وسط و اون میفته زندان 15 سال میفته زندان و مجبور میشه دیگه ادامه مدیریت خانوادهش رو از توی زندان انجام بده ولی خب میفهمه که نمیتونه با این آدم در بیفته زندگیش رو در نقشی که داشته ادامه میده اواخر عمرش کمکارتر شده بوده کم کم کسب و کارش رو واگذار میکنه به آدمهای جوونتر و 26 ژانویه 1962 داشته میرفته به فرودگاه بین المللی ناپل تا یک آقایی رو ببینه به اسم مارتین گوش یک تهیه کننده بوده به این گفته بوده که پاشو بیا اینجا من زندگی برات تعریف میکنم تو زندگی من رو بساز از غذا همون روز هم پلیس رفته بوده دنبالش که به جرم قاچاق بگیرتش توی فرودگاه اما خب تو همون فرودگاه سکته میکنه و همونجا هم میمیره سه روز بعد 300 نفر در یک تشی جنازه با شکوه در ناپل شرکت میکنن که توی یک خیابون بزرگ یک نشکش سیاهی بوده که از پای سفید این رو می یک در حقیقت تشریح جنازه بسیار با برگزار میشه بعد با دولت آمریکا هماهنگ میشه جسدش منتقل میشه به نیویورک اونجا دفن میشه توی قبرستون سنت جان دفن میشه و دو هزار نفر توی تشریح جنازش شرکت میکنن و خیلی هم اتفاق با شکوهی بوده اگر جایی در منابع مختلف اسمش رو چارلی خوندید تعجب نکنید چیزی که در زمان زنده بودنش بهش مشهور بوده چارلی بوده اما لوچیانو گویا یک غلط املایی بوده که یکی از افسرهایی که دستگیرش کرده در نوشتن نامش انجام داده و بعدن که زندگی نامه ها ازش منتشر شده و رجبش صحبت شده دیگه با همون کلمه ی لوچیانو مشهور شده وگرنه مشهور به چارلی خوششانس پدر مافیای مدرن امریکا دیگه چیزی در موردش پیدا نکردم ولی برای خودم جزو اون آدم های جالبی بود که خوب هم زندگی کرد یعنی همه دوره های زندگیش رو خوب گذروند اگر این ویدیو رو دوست داشتید به دوستانتون معرفیش کنید اگر نظری داشتید برامون کامنت کنید و یادتون نره که ما رو لایک کنید امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه خدا نگهدار